دلت برای کسی از بچه های اکیپ تنگ شده؟ کلن دیگه قطع ارتباط باشون کردن. بعد یه تایمی دیگه همه مسیراشون جدا شد دیگه. من رحیمی قصد داره مهاجرت بکنه. فروپاشی این اکیپتون سر چی بود؟ من دنبال عشق نمیگردم. اتالا عاشق شدی؟ جمله‌ای که با شنیدنش صدای شکستن قلبتو شنیدی چی بود؟ میگن که خوشبخت در کنار هم. همه تو زندگیت کیه؟ واسه تو چه کسی مهمه تو زندگیت؟ تو این دورانی که تو فضای مجازی بودی خیلی ها قضاوتت کردن، خیلی جا ناراحت شدی. سلام، امیدوارم که حالتون اصلا نیستی، یعنی اینجا شطرنجیه. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینقدر دیگه کامنت گذاشتین نوشتین و چون همه رو دونه دونه میخونم این داستانا، دیگه به زور زحمت از خوابش زد، از یه سری کاراش زد و اینا، تونستیم اینو هماهنگش کنیم بیاریم. یکی از دوستای خیلی قدیمی منه که 4 سال پیش ما با هم دیگه آشنا شدیم، همینجوری به تدریج اومدیم جلوتر با هم دیگه شدیم. سر ویدیو دستبند، سریال دستبند. نه خیر، من اولین باری که دیدیم نه خیر، نه عزیزم، من 1,000,000 تو رو اون موقع ساخته بودم. راست میگی، آره. اون بعدش بود. دیگه خودتون فهمیدین کیه دیگه. انقدر حرف زد. سلام. دیانا رحیمی. دیانا رحیمی هست. می‌رسه این قسمت آخر برنامه منه. واقعا. آره، این دیگه آخرین. ببین، ایشالا پر برکت باشه. ایشالا. البته شروعش نبودم، آخرش که بودم. آره. از آخر اولم. قبلترها حدود فکر میکنم 1 سال و نیم پیش من یه مسابقه کلا با دیانا گرفتم، صحبت کردیم. این بعد از 1 سال و نیم دوباره میدونم. نه. البته من دیگه دلم سنگه. دیگه گریه نو گریه. گریه تو رو در میارم. حالا وایسا. ببین من سوالام این شکلیه. کلا از آخر میام اول. یعنی سوال از آخر شروع میکنیم، میایم اول. یه سری سوالا رو مردم پرسیدن. بسم الله. آره، یه سری اونایی که میتونم بپرسم میپرسم، یه سری سوالا برای خودمه. این سوال برای خودمه. خب. دیانا رحیمی کجا از فضای مجازی خسته شد؟ با خودش گفتش که ای کاش این شغل انتخاب نمیکردم. اصلا خسته شدی یا نه گفتی که ببین، نگفتم که کاش که این شغل رو انتخاب نمیکردم. مثلا اینجوری بودم که فقط دوست داشتم یه تایم کوتاهی استراحت کنم. اصلا از این نشده صبح به صبح باید بلنشی تولید محتوا کنی؟ همون شب به شب بلنشی تولید محتوا کنی؟ خب دیگه ببین، کلا آدما توی مرحله زندگیشون میرسن که یه استوپی میکنن دیگه. بعد اون استوپه بعدش خیلی قشنگه، یعنی بعدش باعث موفقیتت میشه، چون قشنگ وقتی مثلا با خودت میشین فکر میکنی و اینا که چی کار کنی که بهتر کنی، در حین این فکر کردنه نمیتونی کاری انجام بدی دیگه. من اینجوریم، حالا بقیه رو نمیدونم که چه جوریان، من خودم اینجوریم به شخصه. من یه دفعه کار نمیکنم، بعد که کار میزنم قوی میزنم. آره. میدونی مثلا بعضی موقع هم شده مثلا یه ما پست نمیذارم، دو ما پست نمیذارم، یوتیوب فعالیت نمیکنم، ولی وقتی فعالیت بخوام بکنم واقعا یه جوری میخوام فعالیت کنم که قشنگ مثلا مردم دوست داشته باشن، هم وایب خوبی از ویدیوام بگیرن، هم از خود من وایب خوبی بگیرن. میدونی چی میگم؟ حالا یه سوالی پرسیده من گفتن اگه ما برگردیم به 4-5 سال پیش که تو شروع کردی تو پارک کار کردن، اگر برگردیم به اون تایم شما دوباره تمام اون مراحل رو طی میکنی؟ یعنی تمام اون اتفاقات رو؟ هر داستانی خب تلخی و شیرینیاشو داره دیگه. یعنی مثلا همیشه کلن زندگی شیرین باشه دیگه حال نمی کنی، میگن خب اوکی اینم که اینجوریه، هیچ اتفاق بدی نمیفته. قطعا خدا یه چیزی میدونسته که تلخی و شیرینی رو کنار هم گذاشته که تا زندگی جذاب بشه. بالا پایین داره. من داره میگیره. آره، بالا پایین داره. داره غذا اونور پخته میشه. یه سوالی دیگه ازت پرسیده بودن، گفته بودن که از نظر دیانا رحیمی چه کسی تو این مسیر کمکش کرد؟ آیا اصلا کسی کمکش کرد یا نه خودش بود و خودش؟ یا از اون اول؟ از همون اول که اصلا کلا تا همین 3 میلیونی که الان هستی. اون اوایلش که تنهایی کار نزدم، هممون با کمک همدیگه. حالا میخوای اسمشو بذار اکیپ، میخوای اسمشو بذار دوست رفیق یا هر چیز دیگه ای. و من احترام میذارم به اون موقع، چون یه تایمی بوده که
درسته که بعدش یه سری اتفاقات افتاده، ولی اون اولش قشنگ بوده واسم. خب من این سوال از همه میپرسم، تو هم آخرین نفری هستی که جوابشو میدی. از نظر تو دیانا رحیمی، علت فروپاشی این اکیپتون سر چی بود؟ سر شیطنت. نه بگو، مسخره بود در نهایت. یعنی چی؟ من اون چه که فکر میکنه. خب بعد یه تایم دیگه همه مسیراشون جدا شد دیگه، هر کسی رفت پی زندگی خودش. قطعا تا ابد، تا موقعی که پیرشیم، فکر نمی کنم که میتونستیم کنار هم بمونیم. کلا هر اکیپی مثلا میپاچه دیگه، تا گروه های خارجی هم ببینی همشون اصلا پاچیدن. دلیلش پس این بود که از یه جای به بعد مسیر عوض شده. آره دیگه، خب وقتی آدم هر چقدر بزرگتر میشه یه سری موداش فرق میکنه، اخلاقیاتش فرق میکنه، شخصیتش اصلا یه جا دیگه میره. میدونی؟ کلا به نظر من این داستان خیلی میتونست تاثیر بذاره. یه سری از دوستان توی فاز مجازی با تو زیاد آشنایی آنچنانی ندارن، نمیدونن یه سری داستانهای توی دیانا رحیمی رو، احساس میکنن که کلا تو فقط تو همین فاز مجازی خلاصه میشی، ولی اینجوری نیست. میخوام که اینا بر خودم ها، مدرک هایی که داری یه بار بگو. چه مدرک چی؟ مدرک هایی که فنی که گرفتی. آره. مدرک چی؟ تکواندو. خب ببین، من دیپلم انسانی دارم، مدرک فنی حرفه‌ای شیرینی‌پزی دارم، مدرک فنی حرفه‌ای باریستایی دارم، مدرک فنی حرفه‌ای آشپزی دارم، مدرک فنی حرفه‌ای طراحی لباس دارم. لباس داری. اینا رو هیچ کی نمی‌دونست. تو خودت هم فکر نکنم گفته باشی. گفته بودم فکر کنم تو استوری، ولی خب نمی‌دونم. از کدوم یادش مونده؟ کدومش مورد علاقته؟ طراحی لباس بیشتر. الان داری فعالیت می‌کنی؟ یه جایی پرسیده بودن که دیانا رحیمی قصد داره مهاجرت بکنه. آیا قصد مهاجرت؟ قبلا داشتم، الان نه. اصلا ببین، نمیخوام قضیه رو درام بکنم، ولی واسه من زندگی کردن داخل ایران خب خیلی آسون تره، البته تا موقعی که اذیت نشم. آره. نزدیک یک سال و نیم پیش ازت یک سوالی پرسیدم، بهت گفتم که تا حالا عاشق شدی؟ برگشتی گفتی که نه. خیلی هم کوبنده گفتی، خیلی هم چیز بود. حالا میخوام دوباره سوال. آره نه، گوش بده. حالا عشق و عاشقی یا بنداز تو. خب حالا وایستا، بالاخره یه فلسفه درباره چی؟ نه فلسفه که خود از نظر تو چه زمانی تو عاشق میشی؟ چه چیزی باید ببینی که عاشق بشی؟ کی این اتفاق میفته؟ ببین من دنبال عشق نمیگردم. خب عشق خودش میاد دیگه. حالا عشق میتونه هر چیزی باشه. واقعا من عشق و حالا توی یه پارتنر نمیبینم، من عشقو مثلا به کارم میبینم، عشقو به خانوادم میبینم. و اون موقع که برگشتم بهت گفتم عاشق نشدم. آخرین باری که عاشق شدی کی بود؟ من عاشق نشدم هیچ موقع. هیچ موقع عاشق هیچ کی نشدی؟ هیچ کی. خب من هیچ پارتنری رو پیدا نکردم که بتونم پیش خودم نگرش دارم. یعنی اگه مثلا یه شخصی میره از زندگی، خب قطعاً عاشقش نبودم و اون حس دوست داشتن بوده یا وابستگی. و حالا دوست داشتنم میتونه یه جورایی اون حس عشق باشه، ولی خب عاشق شدن اونجوری خیلی فرق داره. نمیدونم مثلا تو تجربهش کردی یا نه، یه جوریه که مثلا آدم به جنون میرسه. آره. میدونی؟ آره. یا لذت میبره ازش، میدونی؟ تمام بدنش خوشحال میشه، یعنی صورتش میخنده، ابروهاش میخنده، نمیدونم گونه هاش میخنده، دستاش حتی میخنده. میدونی؟ کلن معلوم میشه وقتی یه نفر عاشقه، معلوم ازش که عاشقه، چون خیلی خوشحال از ته دل. درست. دیانا رحیمی دلش برای اون تایم اکیپ و بچه ها تنگ میشه؟ خب سوال جذابی پرسیدی. ببین بعضی موقع خب تنگ میشه دیگه، آدم که دلش از سنگ نیست. میدونی؟ دلم بیشتر واسه خاطراتی که داشتیم تنگ میشه. اون با هم بودنه وای به خوبی میداد به هم. میدونی؟ دیگه دل تنگ. یه سوال پرسیده بودن، گفته بودن که هیچ همین. گفته بودن همین باشه. چند درصد از دیانا رحیمی توی اینستاگرام دروغه؟
بگو دیگه شفا ببین برنامه تو راحت باشه. یعنی هر چی تو دلیتر بگی بیننده ها بیشتر حال میکنن. چند درصد خودت تو اینستاگرام دروغه ظاهر سازی میکنی؟ ببین من اصلا یا اینجوری نیست، دوست ندارم ظاهر سازی کنم، میدونی؟ خوشم هم نمیاد. حالا اگه بخوایم حساب کنیم که زندگی پرایوتمو چقدر میارم، این سوالش مثلا منطقی تره تا این که مثلا چند درصد دروغ باشم. آره مثلا چون یه سری هستن که زندگی پرایوتشون رو نمیارن تو مجازی، یه سری دیگه هم هستن که میارن تو مجازی، و من خب نمیخوام که جز به دست دوم باشم. اگرم یک روزی جز به دست دوم باشم، دوست دارم که یه جوری باشه که نه به کسی آسیب برسونم، نه محتوای مسخره‌ای درست کنم، نه دل کسی رو بشکنم یا هر چیز دیگه ای. حالا این میتونن اینجوری باشه که مثلا من بخوام زندگیمو با پارتنرم بیارم داخل فضای مجازی، که خیلی ها دارن این کارو میکنن، و من حالا اگه یه روزی هم یه پارتنر خوب بیاد توی زندگیم، وقتی از بودنش مطمئن بشم میارمش تو مجازی. آها متعلی شدم. آره. یعنی همون اول نمیارم. مثلا بعضی ها رو دیدی مثلا تا سری بایی که اوکی میشن دیگه رنده میکنن پست گرفتن و فلان، و بعد انقدر میبینن خوبه ازدواج میکنن دیگه. آره آره آره. خب آره. تا اینجا قضیه سری سوالا پرسیدم که جزو داستان احساسی نبود، احساسات هم درگیر نمیکرد این داستانا. دفعه قبلی هم اومدی تو اون ویدیو گوشی تو دستت گرفتی کامنت گذاشتی بودن چرا گوشی دستش میگیره، نکنم خوش بابا یه دقیقه پی ام داد میخواستم ببینم چیه. کی پی ام داد؟ مامانم. میریم داشته باشیم قسمت سوالات حساسمون رو. تا اینجا رو خیلی قصر در رفتی، از اینجا بعد مهمه. خب جمله ای که با شنیدنش صدای شکستن قلب تو شنیدی چی بود؟ عجب سوالایی میپرسی. من زیاد حتی احساسی نیستم، بیشتر فانم تا احساسی، ولی اگه بخوایم حساب کنیم جایی که واقعا قلبت شکست، یعنی واقعا به موقعی که قلب میشه نمیتونی تنها ببری. یه نفر منو با یکی دیگه مقایسه کنه کلا خوشم نمیاد. قلبم نشکسته، رد شدم من همیشه از یه سری چیزا. اصلا به یک ناراحتی مطلق نرسیدی که بخوادی و از تو خالی بشی؟ اصلا از تو خالی بشم؟ آره. نه ببین، خب آدم ها یه سری تجربه هایی تو زندگیشون میکنن که دیگه واسه شون یه سری رفتار ها و یه سری حرکت ها مهم نیست. خب اون اوایل من خب مثلا یه سری حرکت ها رو میدیدم، حالا نمیدونم اسمش رو بذارم قلب شکستن یا ناراحت شدن، نمیدونم کدوم از این هست، ولی خب خیلی ناراحت شدم. ولی هر ناراحتی به نظرم آدم قوی میکنه، و من الان خیلی بهتر شدم نسبت به قبلا. حالا اینو گفتی، حالا میگه قرار نشه، حالا من میگم که میگن که خوشبخت در کنار هم. همه تو تو زندگیت کیه؟ همی ندارم من به غیر از مامان بابام فعلا کسی رو ندارم تو زندگی. همه تو زندگی پدر و مادرم فقط. فقط تو که میدونی دیگه چی کار چی میگی. نه خب سوال دیگه Just mother. تو زندگیت به غیر از خانوادت چه کسی رو بیشتر از همه دوست داری؟ یعنی پدر مادرم در نظر نگیر، بذار کنار، چه کسی از همه بیشتر دوست داری؟ خودم. اولین باره، یعنی که داری میگه خودم، اولین باره من از یه نفر میشنوم بگه خودم. واقعا؟ نه خودم. چرا خودت؟ خودم خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه خیلی جاها پشت خودم بودم و یه سریا نبودم. مثلا جایی که کمک میخواستم از بقیه همه ناپدید میشدن و من تو تنهایی های خودم حلش میکردم. سک تو روت نه به خدا. حالا واسه تو چه کسی مهمه تو زندگیت؟
بغیر از خانواده آره. یه بند خدا سر شاید نمیتونه اسمشو ببرم ولی پس یکی هست بچه. آره من کتمان نمی کنم هست دیگه. آره آره هست ببین هست بخواد عاشقم شده بغیر از خانواده بخوای حساب بکنیم میشه اون شخص اونم فقط به خاطر اینکه همون صحبت که خود گفتی بعد از مدت ها یک آدم بالاخره تو زندگیت میاد تو یو میای نگاه میکنی ببین تمام معیارش با معیار تو همخونی داره اون چیزی که خیلیا تو طول زمان برای تو برورده نکردن این بنده خدا برورده میکنه. من یک سورپرایز دارم واسه برنامه و جایزه میخوای بدی؟ آره قرآن. آره جایزه میدم. یک گوشیتو بیار بالا و بذار رو حالت سلفی و یه فیلم از خودت بگیر. من این فیلمو به یادگار بهت هدیه میدم و این فیلم ازت میگیرم تو ویدیو هم میذارم. این فیلم برای تو چیه؟ به یادگار بماند. من شروع کردم شما رکوردو بزن که شروع کنیم. چیز کردم. بزرگترین حسرت زندگی چی بوده و چی هست؟ حسرت این که هنوز عاشق کسی نشدم. میتونه حسرت باشه؟ با خودت صحبت کن. آیا تو با داشتن شهرت احساس ارزشمندی میکنی؟ ببین خیلی سوال دو مجهولی بود. خب وقتی میبینم یه عده آدم منو دوست دارن خب احساس با ارزش بودن میکنم. دیانا رحیمی اگر برگرده به عقب و با 10 سالگی خودش روبرو بشه چه چیزی رو در گوش خودش میگه که بعدها قراره تجربهش کنه؟ چه نصیحتی به 10 سالگی خودت میکنی؟ دوستایی که میان تو زندگی تو زیاد جدی نگی و زیاد بهشون بها نده. تلخ ترین خداحافظی دیانا با کی بوده؟ جایی که از یک نفر که نباید یا خداحافظی کردی و دوست داشتی که نره یا بمونه یا هرچی؟ ببین هیچ موقع به این خدافزیه نمیرسید مثلا دیگه نمیدیدمش. یعنی هیچ خدافزیه؟ ببین یه ویدیو دیدم برگشته بود گفته بود که تو هر موقع که مثلا بخوای واسه آخرین بار یه نفر رو ببینی ازش خدافزی کنی این خدافزه به معنی دوباره دیدنه. به نظر من مثلا تو مثلا با هر کسی توی زندگی یه کاتی داری خدافظی کنی ازش یعنی یه سلامی دوباره هم داری و اینکه یه دفعه کات میشه از بیخوبان یعنی دیگه قرار نیست اون طرف رو ببینی و هیچی و اگر روزی فضای مجازی به طور کل تمام بشه و دیگه فضای مجازی وجود نداشته باشه و تو اگر بخوای یک دیالوگ یا یک صحبتی رو به یادگار برای خودت به جایی بذاری که شاید 40 سال بعد 50 سال بعد 60 سال بعد یک نفر با اون جمله تو رو به یاد بیاره چی میگی؟ اون جمله اون صحبت چیه؟ اگه احساسی بخوام بگم اینه که آینده رو گذشته رو جدی نگیر تو لحظه زندگی کن. واقعا تو لحظه زندگی کردن خیلی مهمه. یعنی تو ممکنه حتی همین الان رو میخوام مثال بزنم من اینجایی که اصلا ممکنه که فکرم تو گذشته باشه خب پس از حالم لذت نمیبرم بهتره که از الانم لذت ببرم تا اینکه ناراحت گذشتم باشم یا نگران آینده. عفوا اگر خداوند به دیانا رحیمی قدرتی بده و بهش بگه که میتونی از دنیای مردگان یک نفر رو برگردونی پیش خودت اون چه کسیه؟ بابای مامان. بابا بزرگت روش شد. من یک جمله میگم و بعدش میبندم.
شما صحبتاتو کردی تمومش کن. تو این دورانی که تو فضای مجازی بودی خیلی ها قضاوتت کردن، خیلی جا ناراحت شدی، خیلی جا میتونستی یه سری حرفا رو بگی نگفتی به خاطر اینکه حرمت یه سری چیزا رو خواستی نگه داری، حالا چه تو خانواده، چه دوست، چه آشنا، چه اکیپ، هیچ فرق نمیکنه. تمام این چیزها رو ما بخوایم در نظر بگیریم، تو اگر یک صحبت نهایی داشته باشی با کسایی که به عنوان دنبال کننده تو هستن و تو رو دوستت دارن، حرفی بوده که خواستی بزنی نتونستی تو این چند سال بزنی، از خود شخص تو، اصلا دوست ندارم درباره کسی دیگه باشه، صحبت تو انجام بده و بعدش ما خداحافظی میکنیم. اینکه مورد قضاوت قرار گرفتی، قضاوت قرار گرفتی جایی که حقت هم. بچه ها یه سری چیزا رو نمیدونن، از پشت پرده خبر ندارن و همیشه خب قطعا یک نفر وقتی میاد یه سری حرفا رو میزنه، تا وقتی که حرف اون یکی نفر رو اون یک نفر دیگر نشنیدن نمیتونن قضاوت کنن. این یک مورد. دومین مورد که خب هیچ کسی توی زندگی های ما نیست. خب خیلی ها میگن که بلاگری و اینفلوئنسری و اینا خیلی آسونه. اوکی، من میگم آسونه، ولی اون وقت و انرژی که ما واسه اینستا گذاشتیم تا مثلا دل مردم رو شاد کنیم، یا مردم واسه چند لحظه از زندگی خودشون بیان بیرون و یه ذره بخندن و حالا هواشون عوض شه، ما میتونستیم این وقت رو، یعنی من خودم به شخصه میتونستم رو درسم بذارم. مثلا تو الان دیگه لیسانسمو داشتم، نه اینکه مثلا دیگه کار نکنم. خب اینم باز تصمیم خودم بودا، خب هیچ منتی نمیذارم، این باز تصمیم خودم بود، به خاطر اینکه کلا من اینجور آدمی هم که دوست دارم همیشه حال همه خوب باشه. کلا تو چنل تلگرامم هم نمیدونم دیدی یا نه، کلا اینجوری حرف میزنم که وایب مثبت به بقیه بدم و بیشتر موقعم مثل یه مشاور عمل میکنم، با این که مشاور نیستم، ولی خب یه سری تجربه رو توی زندگیم داشتم و دیدم که دوست ندارم خب بقیه اینو تجربه کنن تا لطمه بخورن. حالا نمیدونم که اسمشو بذارم نصیحت یا هر چیز دیگه، من اسمشو نصیحت نمیذارم، من اسمشو میذارم پلی که از روی سد میره اون بعد. اگه اون پله رو ببینن خب قطعا کارشون آسون تره تا اینکه مثلا بپرن میمیرن، اون پله باشه کارشون خیلی راحت تر باشه تا اینکه بمیرن. درست. دلت برای کسی از بچه های اکیپ تنگ شده یا نه دورا دور آرزوی موفقیت میکنی؟ آرزو موفقیت میکنم. من اگر زیاد صحبت نمیکنم بخاطر اینکه من بچه هایی که میان اینجا به عنوان مهمان دوست دارم بیشتر خودشون صحبت کنم، برای همین زیاد حرف نمیزنم، سوال میپرسم که یه سری سوالی که شما پرسیده بودن خودم پرسیده بودم و براتون حل بکنم. دمت گرم، دست در نکنه، لطف کردی. بعد یه چیزی گفتی دلت واسه بچه های اکیپ، چون دیگه اکیپی نیست خب. بعد مثلا من یه سریا رو مثلا کلا دیگه قطع ارتباط باشون کردم، یه سریا رو مثلا میبینم یا یه سریا رو خیلی دیگه کم میبینم. خب قطعا دلم واسه اونا تنگ شده، ولی با اونایی که قطع ارتباط کردم آرزو موفقیت میکنم. آره گفتم این سوء تفاهم پیش نیاد بچه‌ها. نه اکیپی که میگم به خاطر اینکه قدیم شما به اسم اکیپ میشناختن دارم میگم، وگرنه الان که مطمئنه هیچ اتفاقی نیست. اگه صحبت آخری داری انجام بده یا نه که خداحافظی کنیم دیگه. شاد باشین و پیروز و انسانیت هم هیچ موقع یادتون نره، چون به نظر من اصول اولیه زندگیه. تا وقتی تو انسان باشی بقیه هم با تو انسان گونه رفتار میکنن. دمتون گرم، دستتون در نکنه، امیدوارم که دوست داشته باشین. اگر سوالی دارین تو کامنت ها بنویسین، حالا چه دیانا خوش بخونه چه من بهش بدم، بعدها شاید خوش یه ویدیو خوش بعدم بگیره درباره این سوالا چیز کنین، چون این آخرین برنامه من توی راحت باشه. حالا شاید بعدها بابا دروغ میگه، نه فردا دوباره میگه نه 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 آره دیگه تمام شده دیگه، حالا بعدها شاید این کارو بکنم. دمت گرم، آرمونه، خداحافظ. ببخشید بازم اگه ناراحتی چیزی پیش اومد. بای بای کن، خداحافظ. خداحافظ.